سوال شماره 55، عرض و طول یک مستطیل به ترتیب 10 و 20 متر است. اگر 10% از طول مستطیل کم و 20% به عرض آن اضافه کنیم، کدام یک از عبارات در مورد مساحت مستطیل جدید درست است؟ یه چیزی میخوام بهت بگم، حتی تو پاسخنامه این سوالم بری بگردی، شاید اینی که من میخوام بگم نباشه، اینطوری یاد بگی ببین چقدر خوبه. سوال شماره 55 این قسمت توضیح اولش اضافه است، اصلا کسی نمیخواد بره سراغ این. خب اینطوری که میگم حل کن، میگه 10% از طول مستطیل رو کم میخوایم بکنیم. 10 در کل درصد اصلا چند درصده؟ 100% دیگه. 10% رو میخوای کم بکنی چقدر میمونه؟ میشه 90%. خب بنویس 90 صدم به صورت کسری. خب پس طولت شد 90 صدم، عرضت چی میشه؟ عرض جدیدت 20% اضافه میشه به چقدر؟ به 100%. ببین طولت شده 90 صدم، عرضت شده چقدر؟ شده 20% اضافه 120 صدم. اتفاقی که افتاده رو درصد من دارم صحبت میکنم، چرا؟ چون آخرش اومده گفته چند درصد اضافه و کم شده، اصلا به اون عددا کار ندارم. طولت 90 صدم شده، عرضت 120 صدم، مساحت مستطیل هم هست، طول ضرب در عرض دیگه. منم این دوتا رو تو هم ضرب میکنم، فقط جوری ضرب میکنم که باز به صورت درصد بده، یعنی این صفر رو با این صفر ساده میکنم، این صفر هم با این صفر. 9 ضرب در 12 بکنی میشه 108 و 10 ضرب در 10 بکنی میشه 100. جواب کل دوباره شده 108 صدم که میشه 108%. شما بگید کدوم گزینه درسته؟ 108 صدم شده یعنی چی؟ یعنی 8% اضافه شده، 8% کم شده، 12% اضافه یا 12% کم؟ خیلی مشخصه. 108 صدم یعنی چی؟ یعنی 8% اضافه شده. پس گزینه شماره 1 جواب صحیح مسئله است.